یکشنبه. افسران اردوی بریتانیا میگویند نظامیان این کشور صدها تن از باشندگان ولایت هلمند را بدون توجه به قتل رساندند و آنان با این کار صفوف مخالفان مسلح دولت را تقویت کردند. یک افسر بریتانیایی در کتاب تازه خود که در مورد جنگ افغانستان نوشته است از قتل بیمورد صدها افغان بیگناه در ولایت هلمند پرده برداشته است. جگران ریچارد استریتفیلد که پس از انجام وظیفه در افغانستان از اردوی بریتانیا کنار رفته است میگوید نیروهای بریتانیایی با تاکتیک هدف بیمورد صدها تن از باشندگان ولایت هلمند را که این نیروها ادعای حفاظت جان آنان را داشتند قتل عام کردند و با این کار صفوف دشمنان نیروهای خارجی را تقویت کردند. نیروهای بریتانیایی که از سال 2006 تا سال 2009 در هلمند مستقر بودند و آنان اجازه داده شده بود که حق شلیک بالای هر فردی را که با خود اسلحه حمل می کند دارند و بسیاری از آنان که در نتیجه شلیک به مورد هدف قرار گرفته و کشته شدند هیچ تهدید را متوجه نیروهای بریتانیایی نساخته بودند. این افسر اردوی بریتانیا میگوید که از سال 2006 تا 2009 میلادی به نیروهای تفنگدار بریتانیایی دستور داده شده بود هر فردی که در نزدیک پایگاه این نیروها با خود اسلحه حمل میکند وی را هدف قرار دهند. اما زمانی که وی به سنگینه هلمند اعزام شد و نیروهای بریتانیایی دستور داد که در صورت احساس تهدید تنها حق شلیک هوایی را دارند. اما این دستور وی با خشم قماندانی مشترک آیساف در کابل روبرو شد. افرادی که در مناطق نزدیک به پایگاه های نظامی ما زندگی می کردند با وجود آن که سوی دشمن به جنگ با ما وادار کرده می شدند اما نمی خواستند با ما بجنگند. باشندگان مناطق نزدیک به پایگاه های ما حتی توان پرداخت پول درخواست شده از سوی طالبان را نیز نداشتند. با تأسف که بارها همچون رویداد رخ داده است. هنگامی که باشندگان محل همراه با اسلحه به پایگاه های ما نزدیک می شدند نیروهای ما بالای آنان شلیک کرده و آنان را به قتل می رساندند. این افسر بریتانیایی می گوید هدف قرار دادن افراد بیگناه روحیه انتقامگیری در میان باشندگان ولایت هلمند را تقویت کرد و ادامه این جنایت نیروهای بریتانیایی حربه تبلیغات را به دست طالبان داد و آنان توانستند جوانان بیشتری را به صفوفشان جذب کنند. با کشته شدن این افراد ما باشندگان محل را با خود دشمن ساختیم زیرا ارزش های فرهنگی پشتون ها آنان را وادار می کرد تا بالمثل ما عمل کنند و انتقام شهیدانشان را بگیرند. با ادامه این کار ما حربه تبلیغات را به دست طالبان نیز دادیم و جنگجویان به باشندگان محل گفتند ببینید بریتانیایی ها چگونه زندگی شما را تهدید می کنند، بیایید با ما بپیوندید. جگران استریتفیلد در کتابش می نویسد که دستور قماندانی مرکزی آیساف و نیروهای تحت امر وی برای هدف قرار دادن افراد نزدیک به پایگاه نیروهای بریتانیایی زمینه آن را مساعد کرد که نظامیان بریتانیایی با هدف قرار دادن افراد بیگناه به وی دروغ بگویند و افراد کشته شده را به وی جنگجو معرفی کنند. ارگان‌های امنیتی از تأمین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری اطمینان دادند. حملات جنگجویان مستعد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هرچند در مناطق گوناگون کشور افزایش یافته اما نیروهای امنیتی این تحرکات جنگجویان را تا حد زیاد بی‌تأثیر می‌دانند و می‌گویند این حملات نتیجه تلاش یک سالی آنهاست که به گفته آنها به منظور برهم زدن انتخابات انجام می‌دهند. مسئولان وزارتخانه های دفاع، امور داخله و امنیت ملی که روز شنبه در جلسه استجوابی ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند، حملات اخیر کابل را می‌پذیرد اما می‌گوید نیروهای امنیتی ده‌ها حمله مشابه جنگجویان مستعد را خنثی کرده و اطمینان می‌دهند که انتخابات آینده ریاست جمهوری بدون کدام مشکل برگزار خواهد شد. دشمن بسیار مقاصد شوم داره میخواه پروسه را از خدای نخواسته تخریب کنه، سبوتاش کنه و ما نتونیم این پروسه را با موفقیت بیانجامیم. با وجود همه پلانای شوم دشمن که ما از او آگاهی داریم، ما از آخرین عسکر ما در اردو پلیس افغانستان استفاده کردیم. ناتو هم براتون اطمینان میدم در تمام مجالس ما حضور داشته و هر لحظه آمادگی داره و اونا هر لحظه که ما بخوایم در یک بخش ناتو ما را همکاری کنه از این پروسه آماده ای ورته منگ توانمندی لرو، منگ پوره همانگی لرو، اما دشمن هم پوره اراده کرده ده.
چه پا هر طوگه چی کیگیز منگ انتخابات مختل کی. مقامات میگویند بر اساس معلومات آنها جنگجویان در هفته جاری تصمیم به برخی از حملات گروهی مسلح دارند. نیروهای امنیتی افغان قبلا در این باره آمادگی کامل دارند. مسئولان ادارات امنیتی میگویند پس از آتش بس طالبان پاکستانی شمار زیادی از توفنگداران طالبان پاکستانی وارد کشور شده و تلاش میکنند که همراه با طالبان افغان روند انتخابات را با چالش روبرو نمایند. پاکستان طالبان ترمنز چې کوم آتش بس اعلان شو او په سر کې موږ اظهار د تشویش وکړ په دې اکله چې دا امکان لري دې د پاره یې چې د افغانستان د انتخاباتو نه مخکې دلته راواستي او دلته حملات زیات شي. دا خو کابل کې خو موږ او تاسې ولیدل، تاسې یقین وکړئ چې د کومې ورځې نه چې دا آتش بس د هغوی منځ کې شوی هر شپه موږ یوه دوه سرحدي پوستې د حملې لاندې راځي. در همین حال ریاست ملی امنیت ملی میگوید همین اکنون در پاکستان به نفع شمار از نامزدان کارت‌های چاپ شده و تلاش میکنند که در انتخابات آینده از آن به نفع خود استفاده کنند. اسناد بسیار موثقی داریم و معلومات بسیار زیادی داریم. به شدت از طرف استخبارات پاکستان و یک تعداد گروپ‌های دیگه از اونا بر مطبوعات به خاطر ایجاد بی‌نظمی و ایجاد تشویش کارتای رایدهی را به شدت چاپ میکنن. به نفع این کاندید، به نفع او کاندید، ممکن هیچ کاندید بر از اونا به کس خود نگفته باشه کارت چیز کنین چاپ کنین، اما به شدت کارتا چاپ میشه. یک مثالش گفتم که اینا به شفافیت انتخابات تلاش دارن که ضرر رسانده شود. با این همه مسئولان امنیتی میگویند عملیات تصفیه‌ای گسترده در سطح کشور آغاز کرده و تلاش میکنند که امنیت انتخابات در برخی از مناطق دیگر را نیز تأمین نمایند. یکشنبه کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت داخله میگویند 748 مرکز رایدهی در انتخابات آینده بسته باقی خواهد ماند. کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت امور داخله گزارش نهایی مراکز رایدهی در سراسر کشور را منتشر کرد. بر اساس این گزارش 6423 مرکز رایدهی باز و 747 مرکز دیگر برای رایدهندگان مسدود باقی خواهند ماند. مسئولان وزارت داخله و کمیسیون مستقل انتخابات میگویند در سراسر کشور 90% مراکز رایدهی باز است و 10% دیگر آن به دلایل مسدود خواهند ماند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در مقایسه با انتخابات گذشته امسال مراکز رایدهی بیشتر فعال خواهد بود و مراکز غیر فعال در مناطق مختلف کشور بر روند انتخابات تأثیر منفی نخواهد گذاشت. مجموعاً در سطح کشور البته در 90% سایت ها البته مردم با عزت ما در اونجا اشتراک کرده میتونه و ارگانهای امنیتی تماما تدابیر و امکانات دزداشتی خود به خاطر تامین امنیت بهتر مردم خود در روز انتخابات پیش از او و همچنان بعد از انتخابات مطابق به پلان آمادگی عام و تام خود دارد. در ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې ارزیابۍ په نتیجه کې تصمیم ونیول چې 325 نور مراکز دې هم بند وي او ټاکنې باندې ترسره کړي. اما غواړم نن د افغانستان شریف خلکو ته معلومات ورکم چې دغه ارقام او دغه اعمار په مقایسه د 2009 او 2010 کم تر دي. موږ اوس یوازې 10% مراکز په ټول افغانستان کې لرو چې ټاکنې نه ترسره کیږي، اما 90% کې خوشبختانه ټاکنې ترسره کیږي. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات همچنان میگوید حملات اخیر بر دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات هیچ تأثیری به انتخابات نمیگذارد و پروسه انتخابات را نمیتواند با تهدید جدی روبرو نماید. این کمیسیون از نامزدان ریاست جمهوری میخواهد تا در مدت اندکی که برای برگزاری انتخابات باقی مانده است مردم را در مبارزات انتخاباتی خود به تقلب نه بلکه به اشتراک گسترده و سالم در انتخابات تشویق نمایند. رئیس دارالانشای این کمیسیون میگوید اگر هر نامزد مردم را به تقلب تشویق کند رای او باطل و نامش افشا خواهد شد. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باور لري چې دغه سي حملات دغه سي ویریا چول نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تعهد نه ګرځولې سي نه د افغانستان خل د تعهد نه ګرځولې سي او زه امیدوار یم چې شپاړسم د حمل باندې به ډلې ډلې افغانان د خپلو کورونو څخه وځي او د مرکزونو خواته به ځي تر څو خپل ځای موټاکي. څه چې غواړو موږ هغه د کاندید نه غواړو چې تقلب ته څوک ونه هڅوي.
کشیری او کاندید څوک تقلب ته هسی من د دې باور د دې ولري چې تا کو نه خپلواک کمیسیون په مقابل کې خاموش نه کی د دوی رائے به باطلیږي او د دې چیرې به د افغانستان ولست ور پیژندل کیږي. در همین حال وزارت امور داخله میگوید مخالفان مسلح با کمک حلقات خاص با تمام توانش تلاش میکنند که از برگزاری انتخابات جلوگیری نمایند، اما آنها آمادند که از حملات مخالفان جلوگیری کنند و برای رای دهندگان فضای امنی در سراسر کشور ایجاد نمایند. انتخابات به طور ابری به زیاد خریزه کی در همیش فشنونی در طول یو برخه در هم خوشونه نیکتو در بانستان خلق خلا اینیت دوری باوره کی د کورنۍ چارو وزیر فاروق خان پر خلکو ته دا واقعي چې مخالفین یا معینې استخباراتي حلقې هر څوک چې دوی نشي کولی چې د افغانستان د انتخاباتو مخه ونیسي نو خلک یې باید دغه اندېښنه لري. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در انتخابات آینده برای زنان مراکز جداگانه در نظر گرفته شده و جهت تلاشی زنان 12844 سرباز زن به کار گماشته شدند. همچنان کمیسیون انتخابات میگوید برای نظارت بر انتخابات آینده بر نزدیک به 200 هزار ناظر خارجی و داخلی کارت نظارت توزیع شده است. دوشنبه وزارت خارجه افغانستان در واکنش به حمله نیروهای نظامی پاکستان بر پوسته های پلیس سرحدی سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد. ادامه حملات بر پوسته های پلیس سرحدی افغانستان در امتداد خط دیورن و ادامه نقض سرحدی از سوی پاکستان حکومت افغانستان را واداشت تا سفیر این کشور در کابل را احضار کند. وزارت امور خارجه می گوید سفیر پاکستان در کابل به این دلیل احضار شده است که حملات بر پوسته های پلیس سرحدی افغانستان در این روزها بیشتر شده است. سخنگوی وزارت خارجه می گوید به سفیر پاکستان در کابل گفته شده است تا در رابطه با تعرض بر پوسته های سرحدی اعتراض رسمی کابل را به اسلام آباد برساند. وزارت امور خارجه سفیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل به وزارت خارجه فراخوانده تا نگرانی شدید و اعتراض جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر افزایش تخطی های مرزی و حملات از آن سوی خط دیورن بالای پوسته های پلیس سرحدی را از طریق سفیر آن کشور به مقامات پاکستانی به اطلاعشان برساند. سفیر پاکستان در کابل در حالی از سوی وزارت امور خارجه احضار می شود که روز یکشنبه شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه دستور داد که در رابطه به حملات اخیر بر پوسته های پلیس سرحدی رسما به این کشور اعتراض کند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه یک بار دیگر پاکستان را بر ایجاد موانعی در برابر گفتگوهای صلح افغانستان متهم می کند و از واشنگتن می خواهد که با استفاده از نفوذ خود بر این کشور اسلام آباد را به همکاری صادقانه در این دوام وادارد. پاکستان به صورت عملی و صادقانه به خاطر آغاز عملی مذاکرات صلح افغانستان با طالبان همکاری نمی کند و از ایالات متحده امریکا همواره انتظار جمهوری اسلامی افغانستانی بوده که اونا با نفوذی که دارن از فشارهای سیاسی کار گرفته. سفیر پاکستان در کابل در حال از سوی وزارت امور خارجه احضار می شود که مقام های حکومت افغانستان درست پیش پاکستان را به دست داشتن در رویدادهای اخیر در کشور متهم کرد. سه‌شنبه نیروهای افغان گروه تازه تشکیل زیر نام حزب الله افغانستان را که از سوی اداره‌های استخباراتی ایران در شمال افغانستان هسته گذاری شده بود نابود کردند. صفحات شمال افغانستان در حال مبدل شدن به مرکز تجمع جنگجویان خارجی است. با این گروه ها بیشتر مربوط به اداره های استخباراتی کشورهای منطقه و جهان است که برای تعقیب اهداف استراتژیک در سرحدات روسیه و مناطق سرحدی چین تشکیل شدند. به دنبال استقرار جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان و آیغورها در شمال کشور، نیروهای افغان از هسته گذاری گروه تازه تشکیل زیر نام حزب الله افغانستان در ولایت بغلان خبر می دهند که از سوی اداره استخبارات ایران هسته گذاری شده است. یک گروه به نام حزب الله افغانستان که خود رهبر حزب الله افغانستان دینی تلقی می کرد و می خواست که اینجا دیگه هم هسته گذاری کنه و با گروه های مخالفین و با
حتی با کشورهای بعضی شبکه های استخباراتی هم یه آدم ارتباط داره، به خاطر از اینکه اسناد و بعض چیزهایی که از منزل از این ما به دست آوردیم این گواهی میده که با شبکه های استخباراتی ایران و دیگه ممالک دست داره و خود رهبر حزب الله افغانستان اینجا تراشیده بود و دیدیم که بیرق سرخ در قرارگاه از این که بلند بود او را ما به دست آوردیم، قرارگاه از این را ما گرفتیم، به تقریبا بیشتر از 8-9 ساعت با نیروهای امنیتی درگیری داشت. گروه حزب الله افغانستان که از بیرق و شعارهای جنگی متفاوتر از گروه طالبان استفاده می کند با سلاح‌های خفیف و ثقیل مجهز هستند و با تشکیلات 60 نفری که بیشتر آنان را جوانان خود این مناطق تشکیل می دهد در مناطق صعب العبور پایگاه ساختند. این گروه در سه ولسوالی ولایت بغلان فعالیت داشت و در سه سال گذشته در نتیجه مقاومت‌های پیهم آنان نیروهای افغان نتوانسته بودند این گروه را منحل کنند. برای شب گذشته در پی 6 ساعت درگیری چندین تن آنان کشته و دستگیر شدند. فرمانده حزب الله افغانستان مجاهد اندرابی این میخواست که در سه ولسوالی دیگه اندراب ها هم امنیت رو تهدید کنه و تمام قاتلین و سارقین در دور خود جمع کنه با یک مقدار امکانات که داشت که توپای بیمیه کشت 82 راکت رو داشت شکایی داشتن فکر کردن که ما میخواهیم که میتانیم که ایره چی کنیم این مردم ها رو دور خود جمع کنیم اما قرارگاه از یار ما گرفتیم با مقاومت که کردن میبینیم که به نام حزب الله یک جبهه را میساختن که یاد شکل گیری بود جبهش جبهش تار مار شده از طرف نیروی امنیتی و تلفات هم باید دیده است. ایجاد گروه های تازه افراطی در شمال کشور در حالی است که کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و چین در این اواخر از آغاز فعالیت های عمدی برای ناامن ساختن سرحدات شرقیشان با افغانستان ابراز نگرانی کردند. چهارشنبه نماینده ملل متحد در افغانستان میگوید هیچ یک از کشورهای خارجی نمیخواهد که در انتخابات آینده مداخله کند. با توجه به مداخلات اشاره عده‌ای از ماموران ملل متحد و شماری از کشورهای خارجی در انتخابات گذشته این نگرانی موجود است که انتخابات پیشرو نیز از مداخله کشورهای خارجی مسئول نخواهد بود. اما نماینده ملل متحد از عدم مداخله کشورهای خارجی در انتخابات خبر می‌دهد و می‌گوید که هیچ یک از کشورهای خارجی اراده مداخله در انتخابات افغانستان را ندارد. در انتخابات شما خارجی ها هیچ گونه مداخله نخواهند کرد و این بار اراده هیچ گونه مداخله را در این پروسه ندارند. این انتخابات فقط از افغان ها، نیروهای افغان و همنامداران است و این انتخابات واقعی افغان هاست و شما شاهد آن خواهید بود. این نماینده ملل متحد علاوه بر اطمینان عدم مداخله خارجی ها در پروسه انتخابات آرزومند است که در مقایسه با انتخابات گذشته این بار آمادگی ها برای این پروسه در پرتو قوانین نافذه افغانستان صورت گیرد. It was acknowledged that the elections are prepared in a much better way. قابل ذکر است که با مقایسه انتخابات گذشته این بار برای این پروسه بر مبنای قوانین نافذه کشور آمادگی کامل گرفته شده است. تمامی ادارات مربوطه با هماهنگی یکدیگر کار میکنند تا این انتخابات به صورت درست انجام شود. ادارات امنیتی هم تلاش میکنند که امنیت این پروسه را تضمین کنند. آمادگی کامل به این پروسه نماینده یک بنیاد قوی میباشد. یون کوبیش نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان ضمن ابراز آمادگی کامل خود برای انتخابات از تمام نامزدان و حامیان آنها میخواهد که از هر گونه تقدم در این پروسه جلوگیری نمایند. The candidates and authorities and institutions, election institutions, all are and will be committed. تمامی نامزدان، مسئولان حکومتی و کمیسیون مستقل انتخابات باید تعهد جدی نمایند که از هر گونه تقلب در انتخابات جلوگیری میکنند. نامزدان باید به حامیانشان هدایت دهند که در انتخابات مانع تقلب خود و دیگران شوند. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که با توجه به آمادگی های تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات این بار امکان تقلب در انتخابات کمتر به نظر میرسد. ملل متحد در حالی از آمادگی کامل خود برای برگزاری انتخابات اطمینان میدهد که برای نظارت از این پروسه 100 تن ناظر بین المللی و در حدود 200 هزار افغان ثبت نام کردند. پنجشنبه حکومت افغانستان میگوید در عوض امضای پیمان امنیتی با آمریکا و ناتو
روی انتخابات تمرکز شود. با وجودی که ناتو و امریکا به امضای هرچه زودتر قرارداد امنیتی با افغانستان تاکید دارند، اما حکومت افغانستان میگوید که در حال حاضر نسبت به قرارداد امنیتی انتخابات برایشان اولویت دارد. ارشاد احمدی، معین سیاسی وزارت امور خارجه که در بروکسل در رابطه به موضوع انتخابات با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت افغانها به امضای قرارداد امنیتی با امریکا متعهد هستند، اما در این رابطه بعد از انتخابات بحث خواهند کرد. احمدی میگوید این نوع قراردادها وقتی قابل امضا خواهد بود که باعث تامین صلح در کشور شود و زندگی افغانها را مسئول سازد. The people of Afghanistan have spoken unanimously. افغانها در این رابطه صحبت کردند و در لویه جرگه مشورتی از این قرارداد حمایت نمودند، اما ضمناً بعض خواهشات را نیز هم داشتند که ما آن را فراموش کردن نمی توانیم. عقد این قراردادها با ناتو و امریکا باید صلح را تأمین کند و زندگی مردم را مسئول سازد. این قراردادها به زودی نهایی خواهند شد، اما باید بعد از پروسه انتخابات انتظار آن را داشت. در همین حال این دیپلمات حکومت افغانستان از تأخیر همکاری نسبت تنش اخیر بین روسیه و ناتو ابراز نگرانی کرده و از هر دو جانب میخواهد تا این موضوع همکاری های روسیه و ناتو با افغانستان را متاثر نسازد. ناتو و روسیه در رابطه به خریداری هلیکوپترها و ترمیم هلیکوپترهای نیروهای هوایی افغان مخروبه قرارداد دو جانبه دارند. ما طی 13 سال گذشته با روسیه روابط خوب داشتیم و این کشور یک بازیگر مهم منطقه ای است. ما در رابطه با این موضوع خاص نگران هستیم و آرزو داریم که روسیه، ناتو و امریکا مشکلاتشان را حل نمایند. ارشاد احمدی در این نشست خبری نگرانی های شماری از کشورها در رابطه با دخالت حکومت افغانستان در انتخابات را بی‌اساس خواند و می‌افزاید که به طبق فرمان رئیس جمهور حامد کرزی هیچ مأمور دولتی در انتخابات به نفع نامزد مشخصی فعالیت کردن نمی تواند. وی ضمن تأکید بر بی‌طرفی و مسلکی بودن کمیسیون های انتخابات گفت حکومت افغانستان و کمیسیون های انتخاباتی افغانستان برای انتخابات آمادگی لازم دارند و این پروسه به درستی سپری خواهد شد. First of all, I think it is important to recognize that Afghanistan has established the necessary legal. باید بدانیم که افغانستان در این رابطه گام‌های مهمی را برداشته و برای انتخابات چوکات قانونی را ایجاد کرده است که پاسخگوی هر گونه شکایات و ادعاهایی است تا زمینه انتخابات شفاف و عادلانه فراهم شود. وی این سخنان را زمان ابراز نمود که قبل از این منشی عمومی ناتو ضمن تاکید بر شفافیت انتخابات از حکومت افغانستان خواسته بود تا هرچه زودتر قرارداد امنیتی با امریکا را امضا کند.